میخواین توی زمان سفر کنید؟ قوانین سفر در زمان رو میدونین؟ سالها دانشمندان و نظریه پردازان زیادی در زمینه سفر در زمان تحقیق کردن و اگه میخواین بدونین به چه نتایجی رسیدن این ویدیو رو تا انتها ببینید. در نظریه های نسبیت اینشتین چیزی وجود نداره که سفر در زمان رو رد کنه. اگرچه خود مفهوم سفر به گذشته یکی از اساسی ترین پیش‌فرض‌های فیزیک یعنی علیت رو نقض میکنه و با قوانین علت و معلولی طبیعتاً تعداد ناسازگاری هم در ارتباط با سفر در زمان به وجود میاد که قراره برخی از پارادوکس های زمان رو بررسی کنیم. پارادوکس اول زمانی اتفاق میفته که اعمال شخصی که در زمان سفر میکنه بخشی از رویدادهای گذشته میشه و در نهایت ممکنه باعث بشه رویدادی که اون سعی در جلوگیری ازش داره رخ بده. نتیجه یه حلقه علیت زمانیه که در اون رویداد یک در گذشته روی رویداد دو در آینده که مربوط به سفر در زمان گذشته است تأثیر میذاره که خودمون باعث وقوع رویداد اول میشه. حالا این یعنی چی؟ این حلقه دایره ای از رویدادها رو تضمین میکنه که تاریخ توسط مسافر زمان تغییر نمیکنه و هر تلاشی برای جلوگیری از اتفاق افتادن چیزی در گذشته به جای توقف اون به سادگی به خود علت منجر میشه. تصور کنید که مشوق شما در یه تصادف رانندگی جون خودش رو از دست میده و شما در زمان به عقب سفر میکنید تا اون رو از سرنوشت خودش نجات بدید، اما متوجه میشید که در مسیر تصادف شما کسی هستید که به طور تصادفی اون رو زیر گرفتید. بنابراین تلاش شما برای تغییر گذشته منجر پارادوکس سرنوشت شده. در این پارادوکس هر گونه تلاش برای تغییر در گذشته منجر میشه که شما نقش خودتون رو در خلقت انجام بدید و این یه رویداد در تاریخ نه تغییر اون. به عنوان مثال در فیلم ماشین زمان برای سال 2002 دکتر الکساندر شاهد کشته شدن نامزدش توسط یه دزدگیره و این قضیه اون رو به ساخت ماشین زمان هدایت میکنه تا در زمان سفر کنه و اون رو از سرنوشتش نجات بده. با این حال تلاشای بعدی اون برای نجاتش با شکست مواجه میشه و اون رو به این نتیجه میرسونه که میتونم هزار بار برگردم و مرگ اون رو به هزاران راه ببینم. پارادوکس بوتستراپ. پارادوکس بوتستراپ نوعی از پارادوکسه که در اون یک شی، شخص یا بخشی از اطلاعات ارسال شده در زمان به یک حلقه بی‌نهایت منجر میشن که در اون شی منشأ قابل تشخیصی نداره و بدون اینکه هرگز ایجاد بشه وجود داره. همچنین به عنوان یک پارادوکس هستی شناختی شناخته میشه، چون که هستی شناسی شاخه‌ای از فلسفه است که به ماهیت هستی یا هستی مربوط میشه. برای مثال جورج لوکاس با سفر به گذشته و دادن فیلم‌های جنگ ستارگان که بعد از اون کارگردانی میکنه شهرت زیادی به دست میاره. پارادوکس بوتستراپ اینجا میگه که اطلاعات فیلمنامه هیچ نقطه خلق یا منشأ واقعی نداره. یه مثال دیگه برای پارادوکس بوتستراپ شامل یه شخص میشه که میتونه مثلا یه مرد 20 ساله مسافر زمان باشه که به 21 سال قبل برمیگرده و با زنی ملاقات میکنه و رابطه نامشروع برقرار میکنه و 3 ماه بعد بدون اینکه بدون زن بارداره به خونه برمیگرده و فرزند اون به دنیا میاد و بزرگ میشه و بعد از 20 سال به یه مسافر زمان تبدیل میشه و 21 سال قبل برمیگرده. در اینجا در واقع خود فرد پدر خودش بوده. این پارادوکس های هستی شناختی دلالت بر این دارن که آینده، حال و گذشته تعریف نشدن. بنابراین دانشمندان رو با یه مشکل آشکار در مورد چگونگی تعیین دقیق منشأ هر چیزی، کلمه‌ای که معمولاً به گذشته اشاره میکنه اما الان بی‌معنی ایجاد میکنه، سوالات بیشتر در مورد چگونگی ایجاد شی و توسط چه کسی مطرح میشه. با این وجود معادلات میدانی اینشتین امکان حلقه‌های زمانی بسته رو فراهم میکنن. کیپ تورن اولین فیزیکدان نظریه که کرمچاله‌های قابل عبور و سفر در زمان به عقب رو به عنوان تئوری در شرایط خاص ممکن تشخیص داده. تا قبل اینکه یه پارادوکس جذاب دیگر رو بگم این ویدیو رو لایک کن. پارادوکس پدر بزرگ به راه حل‌های ناسازگار برای تاریخچه خط زمانی ناشی از سفر به گذشته مربوط میشه. به عنوان مثال اگر به گذشته سفر میکردید و پدر بزرگ خودتون رو میکشتید هرگز به دنیا نمیومدید و نمیتونستید به گذشته سفر کنید و این میشه یه پارادوکس. فرض کنید تصمیم گرفتید که پدر بزرگتون رو بکشید به خاطر اینکه اون سلسله‌ای رو ایجاد کرده که دنیا رو ویران میکنه. فکر میکنید اگر قبل از ملاقات با مادر بزرگتون اون رو از بین ببرید کل خانواده از جمله شما از بین میرید و دنیا جایی بهتری میشه. طبق نظر فیزیکدان نظری این وضعیت رو اینطور میشه شرح داد:
دو فرضیه در این زمینه وجود داره. یکی حفاظت از اتفاقات تایملاینه که مثلا شما هر تلاش رو که میکنید با شکست مواجه میشه و نمیتونید به دروازه‌تون رو بکشید. یکی دیگه فرضیه جهان‌های چندگانه است که به گذشته برمیگردید، به سمتش میرید و تلاش میکنید که به هر روشی که شده اون رو بکشید و این عمل انجام میشه و حالا شما به زمان حال باز میگردید، اما هرگز در اینجا وجود نداشتید. همه چیز در مورد شما از جمله خانواده، دوستان، خانه، دارایی، حساب بانکی و سابقه شما پاک شده و شما وارد جدول زمانی می‌شدین که هرگز وجود نداشته. دانشمندان این احتمال رو میدن که شما الان یه جدول زمانی جایگزین ایجاد کردین یا اینکه وارد جهانهای موازی شدین. پارادوکس کشتن هیتلر مشابه پارادوکس پدر بزرگه که به طور متناقضی از تولد شما جلوگیری میکنه. پارادوکس کشتن هیتلر دلیل خودش رو برای بازگشت به زمان برای کشتن او پاک میکنه. علاوه بر این، در حالی که کشتن پدر بزرگ ممکن اثر پروانه‌ای محدودی داشته باشه، کشتن هیتلر عواقب گسترده‌ای برای همه توی جهان داره. خود تناقض از این ایده ناشی میشه که اگه موفق بودید، در وهله اول دلیلی برای سفر در زمان وجود نداشت. اگه شما هیتلر رو بکشید، هیچ کدوم از اقداماتی که در جهان انجام داده دیگه به وقوع نپیوسته و هیچ دلیلی وجود نداره که شما بخواید به گذشته سفر کنید و اون رو بکشید. با این توضیحات، حالا اگه شما میتونستین توی زمان سفر کنید، میرفتین که هیتلر رو بکشین؟ توی کامنت ها بهم بگین. فیزیکدان نظری آمریکایی جوزف بوشینسکی سناریوی پارادوکس زمانی رو پیشنهاد کرد که در اون توپ بیلیارد وارد یک کرپچاله میشه و درست در زمان گذشته از انتهای دیگه بیرون میاد تا با نسخه جوانتر خودش برخورد کنه و در وهله اول از رفتن اون به کرپچاله جلوگیری کنه. پارادوکس بوشینسکی توسط فیزیکدانان جدی گرفته میشه، چون که هیچ چیزی در نسبیت آمرنشتین وجود نداره که امکان سفر در زمان، منحنی‌های بسته زمان یا تونل‌های فضا زمان رو رد کنه. با این حال تعدادی راه حل برای جلوگیری از تناقضاتی که پولچینسکی پیشنهاد کرده بود فرموله شده که اساساً شامل ضربه‌ای از توپ بیلیارده که مسیر نسخه جوانترش رو تغییر میده، اما به اندازه نیست که مانع ورود اون به کرمچاله میشه. این راه حل به فرضیه حفاظت از خط زمانی مربوط میشه که بیان میکنه که یک اتفاق احتمالی رخ میده تا از وقوع یک پارادوکس جلوگیری کنه. این همینطور به توضیح اینکه چرا اگه سعی کردید در زمان سفر کنید و پدر بزرگ خودتون رو به قتل برسونید، همیشه اتفاقی رخ میده که اون رو غیر ممکن میکنه و در نتیجه یک نسخه ثابت از تاریخ رو حفظ میکنه. حالا بیاین بررسی کنیم که اثر پروانه نقشش اینجا چطوریه و چه نتیجه‌ای داره. اثر پروانه اشاره به نظریه آشوبه که در اون تغییرات به ظاهر پیش پا افتاده میتونن واکنش‌های آبشاری عظیمی رو توی دوره‌های زمانی طولانی داشته باشن. در نتیجه پارادوکس‌های زمانی پیامد اشتغال‌ناپذیر سفر در زمان هستن و حتی تغییرات ناچیز ممکنه برای تغییر کامل تاریخ کافی باشه. توی یک داستان، یه باستانشناس با کمک یک وسیله سفر در زمان به دوره ژوراسیک سفر میکنه تا عکس‌هایی از یک سری دایناسور بگیره. اون میدونه که نمیتونه نمونه برداری کنه، بنابراین فقط عکس‌های باشکوهی از پلتفرم ثابتی که دقیقاً در یه موقعیت قرار گرفته میگیره تا چیزی رو در مورد محیط تغییر نده. دستیارش میخواد چمن بلندی رو بچینه، اما اون رو متوقف میکنه و توضیح میده که چطور به خاطر حضور اونها چیزی تغییر نمیکنه. اونا کاری که انجام میدن تموم میکنن و به زمان حال برمیگردن، اما همه چیز از بین رفته. اونها دوباره در دنیای وحشی ظاهر میشن که هیچ انسانی و هیچ نشانی از وجود اونها وجود نداره و ناله میکنن که چرا ما چیزی رو تغییر ندادیم و در پاشنه کفش دانشمند یه پروانه له شده. سفر در زمان گرهیه که سالها دانشمندان و نظریه پردازان در تلاش هستن که اونو باز کنن. ایده سفر در زمان با ماشین زمان ممکن میشه. توی ویدئوی بعدی راجب ماشین زمان و پیچیدگی‌هاش میگم.